هموطنان عزیز، فردا در سراسر کشور عزیزمان روز پرچم دولتی همچون رمز اتحاد و سرجمعی دولتداری ملی و مایه افتخار و سربلندی خرد و بزرگ مملکت تجلیل می گردد. به مناسبت این جشن مبارک ملی، کل ساکنان کشور و هموطنان برون مرزی امان را تبریک گفته، آرزومند آن هستم که پرچم دولت ما همچون نشانه افتخار و سربلندی ملت تاجیک در فضای تاجکستان صاحب استقلال تا جاویدان پرافشان باشد. پرچم ما به صفت یکی از رمزهای اساسی دولتداری، تجسمگری اساسهای تاریخی و میراث ارزشمند ملی، افاده کننده مقصد و مرام و آرزو و آرمان خلق کهن بنیادمان به حساب می رود. این سنت اجدادی در تاریخ دولتداری تاجیکان سابقه دیری ندارد. طبق سرچشمه های تاریخی، در اولین دولت های تاسیس داده گذشتگان ما، پرچمداری اساسی هستی و پیشبرد کارهای دولت به حساب رفته. این سنت در دوره های مینبعده نیز با رعایه رسم و تعامل خاصه ملی ادامه پیدا کرده است. تاجیکان پرچم را همچون نشانه ننگ و ناموس و عدالت و آسایش نگاهداری می کردند و این است که نیاگان ما پرافشان بودن پرچم را با سربلندی هر یک فرد برابر دانسته، برای حفظ آن و تا به روزهای ما ادامه پیدا کردن این سنت اجدادی جانثاری ها کردند. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی خرد و بزرگ کشورمان پرچم را از جمله مقدسات ملی می دانند و احترام می کنند. در رابطه با این خاطر نشان می سازم که قدر شناسی و گرامی داشتن پرچم ملی، احترام به ملت، دولت و دولتداری و وطن محبوبمان می باشد. زیرا پرچم ما در زمان استقلالیت دولتی وسیله اساسی تحکیم وحدت ملی، راهنمایی مردم کشور به سوی آینده نیک و نشانه پابرجا بودن دولت صاحب استقلال ما در عرصه جهان گردیده است. خصوصا در پایه بلندترین پرافشان کردن پرچم دولتی، رمز افتخار و صداقت به ارزش‌های ملی و فرهنگ اصیل کهن بنیادمان می باشد که محض در زمان استقلال به وقوع پیوست. جهت تحکیم سنت پرچمداری از نسل آینده ساز ما تقاضا می گردد که معنا و ماهیتی در چنین بلندی افراخته شدن و همیشه پرافشان بودن پرچم را درک نمایند و فراموش نسازند که حمایت و افراخته نگاه داشتن آن وظیفه جانی هر یک فردی صاحب وطن می باشد. هموطنان عزیز، در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی، مردم شریف تاجکستان در زیر پرچم دولت تازه استقلال خود متحد گردیده، دولتداری ملی امان را از نابودشوی نجات بخشیدند و پیش راهی پراکندگی ملت تمدن ساز تاجیک را گرفتند. ملت تاجیک زیر پرچم ملی به وحدت و یگانگی رسید و ما منبعد نیز تحت این رمز مقدس ملی سیاست سازنده و بنیادکارانه امان را برای بلند برداشتن صد و صفت زندگی مردم و اعمار جامعه نو، جامعه آزاد و دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی عملی می گردانیم.
از این رو بار دیگر تاکید می نمایم که ما باید در امر حمایت منفعت های ملی و دولتی امان هرگز زیرکی و هوشیاری سیاسی را از دست ندهیم. در این راستا فراموش نباید کرد که محبت به پرچم و دیگر رمزهای دولتی نشانه محبت صمیمی ما به وطن مادر، ملت و دولت و افتخار از آنها جزء مهمی رسالت وطنداری و وطنسازی به حساب می رود. بنابراین هر یک فردی با ننگ ناموس کشور مهر و صداقت خود را برای حمایه پرچم باید توسط خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن و خلق تاجیکستان ثابت سازد. اینچنین هر یک فرد باید افتخار داشته باشد که پرچم دولت ما در عرصه جهانی برابر با پرچم خلقهای مختلف دنیا در پیشتاق تشکلات و سازمانهای بانفوذ جهان پرافشانی می کند و به عالمیان از موجودیت ملت صاحب تمدن تاجیک و عضو کامل حقوق جامعه جهان یعنی تاجیکستان صاحب استقلال پیام می رساند. مس شناخت سنت پرچمداری و دیگر مقدسات ملی احترام و گرامی داشت آنها ما را وادار می سازد که جهت رشد و اکشاف منبعده وطن عزیزمان بیش از پیش زحمت کشیم، زیرک و هوشیار باشیم و به خاطر رسیدن به هدفهای استراتژی ملی امان صادقانه خدمت کنیم. سال آینده ما 25مین سالگرد استقلالیت کشور محبوبمان را تجلیل می نماییم. برای استقبال سزاوار این سنه فرخنده در برابر انجام دادن تدبیرهای سازنده و بنیادکارانه اهل ضیای کشور، خدمتچیان دولتی، پدر و مادران و آموزگاران وظیفه دارند که جهت ارزگذاری ارزش‌های ملی و فرهنگی از جمله با درک مضمون و ماهیت سنت پرچمداری با تربیه نسل‌های نورس و جوان باز هم جدی‌تر مشغول شده در حفظ وحدت ملی، ثبات و آرامی و زندگی آسایشته مردم کشور سهمی سزاوار خود را گذارند. می‌خواهم مخصوص تأکید نمایم که احساس محبت به مقدسات ملی از جمله به پرچم دولتی همچون محبت به وطن مادر باید در ذهن فرزندان از آوان خردسالی تربیه کرده شود. ما باید چنین فضای را فراهم سازیم که من بد نیز تمام اهل جامعه و خرد و بزرگ کشور تحت پرچم دولتی متحد و سرجم گردیده برای وسعت عملهای آبادکاری و حمایه دستاوردهای استقلالیت دولتی آماده باشند. اطمینان کامل دارم که مهر و محبت و صداقت مردم شریف تاجیکستان با پرچم دولتی همچون رمز اعتقاد و اعتماد به ملت و دولت، تمدن و فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی و معنوی خلقمان تا رفت بیشتر و گسترده می‌گردد و ما تحت پرچم مقدس ملی با زحمت اهلانه با اعمار جامعه پیشرفته و متمدن موفق می‌گردیم. آرزومندم که در آغاز مرحله صفتاً نوی بنیاد دولت پیشرفته و عملی گردیدن نقشه‌های سازنده امان پرچم ما همچون همای بخت بالای سر ساکنان کشور عزیزمان همیشه پرافشان باشد. جشن پرچم دولتی مبارک هموطنان عزیز.